بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده باب سوم عهد مكي آزار مشركان به پیامبر صلی الله علیه وسلم و یارانشان. وقتی مشرکان صدق دعوت پیامبر صلی الله علیه وسلم و جمع آمدن مردم در اطراف او صلی الله علیه وسلم را دیدند، آن را سخت آزار دادند و از صورتهای آزار مشرکان برای آنان این بود که آوازه کردند که پیامبر صلی الله علیه وسلم جادوگر است تا مردم را از او گریزانند و او را مخالفت کنند، و اینچنین آوازه کردند که او پیامبر صلی الله علیه وسلم دیوانه است تا مردم او را به عقل دانند، و همچنین آوازه کردند که او پیامبر صلی الله علیه وسلم دروغگو است. پیامبر صلی الله علیه وسلم در بینشان از روی راستی و امانتشان به امین شناخته شده بود که آوازه آن را باطل میکرد، و اینچنین پیامبر صلی الله علیه وسلم و آن چیزی را که آورده بود مسخره کردند. هرگاه پیامبر صلی الله علیه وسلم می آمد تا مردم را دعوت کند، سر و صدا و غوغا میکردند تا آنها را از شنیدن وی و حقی که آورده بود باز دارند. استقبال کسانی که از خارج مکه برای عمره یا حج یا غیر این دو می آمدند و آنها را از پیامبر صلی الله علیه وسلم حذر میکنندند. آزار دادن پیامبر صلی الله علیه وسلم در جسدشان همان گونه که عقبه ابن ابو نعیت کرد زمانی که لباس او را کشید، نزدیک بود که او را خفه کند تا که ابو بکر رضی الله عنه از او رد نمود و بر او پرده جنین شتر را پرتافت تا که دخترشان فاطمه رضی الله عنها از بالای او آن را برداشتند. اینچنین کوششی کشتن پیامبر صلی الله علیه وسلم زمانی که به عمکشان ابو طالب پیشنهاد کردند که او را به اماره ابن ولید عوض کنند و او را بکشند، و اینچنین وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم اراده هجرت کردند، کشتن او را قصد کردند، و همچنین سخت عذاب دادن مؤمنان ضعیف و ناتوان همان چنانی که در بالای شکم بلال سنگ می گذاشتند، و همچنانی که به خاندان عمار ابن یاسر رضی الله عنه و دیگران کردند. اکنون هجرت به سوی حبشه. هنگامی که مسلمانان بسیار شدند و کافران از آنها ترسیدند، کافران پیامبر صلی الله علیه و سلم را سخت آزار دادند و علیه آنها فتنه برانگیختند. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها هجرت کردن به سوی حبشه را دستور دادند، و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند در آنجا پادشاهی است که مردم در نزد وی ظلم کرده نمی شوند. هجرت به سوی حبشه. هجرت یکم. در هجرت یکم 12 مرد و 4 زن هجرت کردند. از جمله آنان عثمان ابن عفان رضی الله عنه بود. او نخستین کسی بود که خارج شد و همراه او همسرش رقیه بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. در حبشه در نکوترین امان و پناه زندگی کردند. سپس به آنها خبر رسید که قریش اسلام را قبول کردند و این خبر دروغ بود. پس به سوی مکه بازگشتند. پس به آنان خبر رسید که امر از پیشتره سختر است. بعضیشان برگشتند و گروه داخل مکه شدند. پس از قریش آزار سخت دیدند، و از کسانی که داخل شده بودند عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه بود. هجرت دوم. در هجرت دوم 83 مرد و 8 زن هجرت کردند. پس در نزد نجاشی در بهترین حال زندگی کردند. پس این خبر به قریش رسید. سپس آنها عمرو ابن عاص و عبدالله ابن ابو ربیعه را به گروه روان کردند تا که در نزد نجاشی علیه آنان مکر کنند که الله سبحانه و تعالی مکر آنان را به سر خودشان گردانید. اکنون اسلام حمزه و عمر. سال ششم بعثت حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله عنه اسلام آورد و اعز قریش نامیده می شد. پس به سبب او رسول الله صلی الله علیه و سلم عزیز گشت.
سپس عمر ابن خطاب به برکت دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام را قبول کرد. پس مسلمانان به این دو قوت گرفتند و از قریش خود را نگه داشتند. دره ابو طالب. آزار و اذیت قریش به رسول الله صلی الله علیه و سلم سخت شد. پس او و خانواده اش 3 سال در دره ابو طالب محاصره کردند و در دره عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما تولد شد. و پس کافران پیامبر صلی الله علیه و سلم را سخت آزار دادند و در حالی که 49 ساله بود از محاصره برآمد. وفات ابو طالب و خدیجه. بعد چند ماه عمکش ابو طالب در سن 87 سالگی از دنیا گذشت. سپس اندک بعد خدیجه رضی الله عنها وفات کرد. پس آزار کافران بر او سخت‌تر شد. بر آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی طائف. پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه با زید ابن حارثه رضی الله عنه به طائف رفتند. به سوی الله سبحانه و تعالی دعوت میکردند و چند روز در آنجا ماندند. پس او را قبول نکردند و پیامبر صلی الله علیه و سلم را آزار دادند، پیش کردند و سنگسار کردند تا که بجولک های پایشان خون شد. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم از آنان روی گردانیده به سوی مکه بازگشتند. سپس در پناه مطعم ابن عدی داخل مکه شدند. اسلام عداس. در راه بازگشتشان پیامبر صلی الله علیه و سلم به عداس نصرانی واخوردند. پس به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد و او را تصدیق کرد. ایمان جن. و نیز در راه بازگشتشان پیامبر صلی الله علیه و سلم در موضعی که نخله نام داشت چند نفر از جن هفتن از اهل نصیبین برایش گردانده شد. پس قرآن را شنیدند و اسلام را قبول کردند. اسراء و معراج. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم بر روح و جسدشان شبانه به مسجد اقصی برده شد. سپس با روح و جسدشان با سوی آسمان ها به نزد الله سبحانه و تعالی برده شد. پس او را خطاب کرد و بر او نمازها را فرض گردانید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.